ادامه تلاش های دولت برای عادیسازی زندگی در پی شیوع کرونا در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه اقدامات ستاد مقابله با کرونا برای فاصله گذاری هوشمند از آغاز فعالیت کسب و کارهای کم ریسک در همه استان به جز تهران خبر داد و تاکید کرد این طرح باید با نظارت دقیق و رعایت کامل پروتکل‌های های بهداشتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرا شود. بنابر تصمیمات ستاد قرار است فعالیت کسب و کارهای کمریس که در تهران از سیام فروردین آغاز شود. رئیس جمهوری در پی اعلام این تصمیمات که در پی گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی از کار کمیته امنیتی و اجتماعی ارائه شد ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی منسجمتر وزارت کشور با وزارت بهداشت برای پیشبرد طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی خواستار اجرا و مراعات تمامی پروتکل های بهداشتی در همه این کسب و کارها و اماکن عمومی و بویژه وسایل نقلیه عمومی شد. بسیاری از فعالان اجتماعی بر ضرورت اجرای طرح فاصله گذاری در وسایل نقلیه عمومی تاکید دارند اما در این حال به این موضوع اذعان دارند که شرایط حمل و نقل عمومی در ایران و محدودیت تعداد آنها و ازدهام همیشگی جمعیت در وسایل نقلیه عمومی در عمل امکان تحقق این طرح را با دشواری زیادی مواجه خواهد کرد حسن روحانی در ادامه دستورات خود برای عادی سازی فعالیت ها در حوزه اقتصادی در کشور به وزیران نفت و نیرو تأکید کرد پروژه های زیربنایی در حوزه فعالیت این دو وزارتخانه طبق برنامه باید مورد بهره برداری قرار بگیرد وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال جهش تولید از سوی علی خامنه نقش طرحهای این دو وزارتخانه را در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی کشور محوری و با اهمیت خواند روحانی در عین حال تاکید کرد حفظ سلامت کارکنان فعال در حوزه های تولید و خدمت رسانی به مردم در اولویت نخست قرار گیرد و پروتکل های بهداشتی به دقت در همه بخش های این وزارتخانه ها رعایت شود. این اظهارات در حالی عنوان می شود که سالهاست با وجود تاکید کارشناسان بر رعایت پروتکل های محیط زیستی این وزارتخانه ها همچنان هیچ کدام از این پروتکل ها را رعایت نمی کنند و تلاش های فعالان مدنی و محیط زیستی در خصوص اجرای این پروتکل ها به جایی نرسیده است با توجه به این سابقه فعالان مدنی نسبت به اجرای پروتکل های بهداشتی نیست چندان خوشبین نیستند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت روز نیمه شعبان در واکنش به شیوع کرونا در ایران و در جهان آن را یک آزمون الهی خواند و با اشاره به درخشش ملت ایران در این آزمون از جامعه پزشکی به خاطر تلاش های با ارزش آنها تشکر کرد و گفت این تلاش ها برای همیشه در ذهن مردم باقی خواهد ماند. وی همچنین از مشارکت های مردمی در این خصوص تشکر کرد. او این مشارکت ها را شگفتنگی عنوان کرد و خواستار تداوم این تلاش ها از طرف مردم برای کم کردن مشکلات این بیماری شد. خامنه ای همچنین با اشاره به اینکه ادعی ای در شرایط فعلی زندگیشان به سختی قابل گذران است از کسانی که دستشان باز است خواست تا به این افراد کمک کنند وی ماه رمضان را فرصت خوبی دانست که رزمایش گسترده ای در کشور برای همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا صورت پذیرد اظهارات رهبر در خصوص ضرورت کمک رسانی مردم به آسیب دیده ها و نیازمندان در دوران کرونایی مورد انتقاد قرار گرفته است و بسیاری با اشاره به منابع فراوان اقتصادی که در اختیار وی قرار دارند این موضوع را که وی به جای اینکه از منابع و نهادهای اقتصادی خود در این خصوص به آسیب دیده ها و نیازمندان کمک کند به مردمی که همه خودشان در این موضوع گرفتار شده و بدون استثنا مشکلات سخت اقتصادی را تجربه می کنند خواسته است تا به هم کمک کنند نشان دهنده تفاوتی او نسبت به مشکلاتی می دانند که تمام مردم کشور را گرفتار کرده و مشکلات غیرقابل جبرانی را برای همه ایجاد کرده است رهبر جمهوری اسلامی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اقدام برخی کشورها در مصادره محموله ماسک و دستکش متعلق به دولت‌های دیگر و همچنین اقدام مردم در خالی کردن فروشگاه ها در دو ساعت این اقدامات را نشان دهنده توخش غرب دانست و اظهار داشت اینها نشان دهنده ظهور غرب وحشی است وی همچنین به ماندن مردم در خانه در روز 13 فروردین اشاره کرد و آن را نشان دهنده که توجه مردم به نکات مورد تاکید ستاد مبارزه با کرونا دانست. این در حالی است که حضور مردم در خانه ها گرچه ممکن است تا حدودی به مراعات نکات ایمنی مربوط باشد اما دولت ورود به تمامی پارک ها را ممنوع کرده بود و در روز 13 فروردین خروج از تمامی شهرها حتی به شهرهای نزدیک اطراف هم ممنوع شده بوده و طبیعی است که مردم حتی اگر هم میخواستند جایی را نداشتند که روز سیزدهم فروردین در آنجا سپری کنند خامنه ای در ادامه اظهاراتش کرونا را در مقایسه با دیگر مشکلات مشکل کوچکی دانست و با اشاره به بمباران شیمیایی صدام و نیز جنگ جهانی اول و دوم آن را مشکل کم اهمیت تری دانست وی در بخشی از این اظهارات به کشته بیش از یک میلیون نفر در بیماری کرونا اشاره کرد و گفت این تعداد در مقایسه با میلیون ها کشته شده جنگ جهانی رقم زیادی نیست. اظهارات خامنه ای در خصوص کشته شدن بیش از یک میلیون نفر طی کرونا در حالی عنوان می شود که در این بیماری در کل جهان کمتر از 100 هزار نفر کشته شدند و وی به اشتباه تعداد مبتلایان را به جای تعداد کشته شده ها اعلام کرد گرچه به فاصله کوتاهی پس از پایان سخنرانی در یک فیلم کوتاه ویدئویی دیگر اعلام کرد که وی در اعلام تعداد کشته شده ها اشتباه کرده است اما به گفته تحلیلگر این اشتباه علی خامنه ای ناشی از کم اهمیت دانستن تعداد مرگ و میرها توسط وی است که به بیتوجهی او به بیماری کرونا و نیز کم اهمیت دانستن و جدی نگرفتن مسئله شیوع کرونا در ایران و جهان توسط وی مربوط می شود. وی اظهار داشت توجه به اهمیت کرونا نباید افراد را از بقیه ی حوادث مهم در جهان قافل کند. خامنه تأکید کرد توجه به مسئله کرونا نباید موجب قفلت از توطعه دشمنان و استکبار بشود که اصل نظام جمهوری اسلامی و اصل مردم سالاری اسلامی برای آنها قابل تحمل نیست. در حالی که تورم در دو سال اخیر به بیش از چهل درصد رسیده و در سال اخیر شیوع کرونا نیز فشار اقتصادی زیادی به خانوارها با درآمد پایین و متوسط وارد کرده شورای عالی کار در ایران با افزایش دستمزد 21 درصد کارگران موافقت کرده است این در حالی است که نمایندگان کارگری که در جلسه حضور داشتند با خودداری از امضای صورت جلسه مخالفت خود را با میزان اندک افزایش حقوق اعلام کردند به این ترتیب حقوق کارگران در سال 99 تنها 318 هزار تومان افزایش خواهد یافت که حتی جبران کننده بخش کوچکی از افزایش قیمت ها که در سال آینده رخ خواهد داد نخواهد بود گرچه این میزان افزایش حقوق از طریق رأیگیری در شورای عالی کار به تصویب رسیده است اما نمایندگان کارگران با آن موافقت نکردند بر همین اساس مزد روزانه کارگران نیز از 50 هزار تومان در سال 98 به 61180 تومان در سال 99 افزایش یافته است. با محاسبه افزایش های صورت گرفته حقوق کارگران در سال 99 به 2 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. حداقل حقوق کارگری در حالی بین 2 میلیون و 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان تعیین شده است که کمیته مزد شورای عالی کار در سال گذشته سبد معیشت ماهانه خانوار را 4 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرده بود. در این حال، به گفته کارشناسان در زمان شیوع کرونا هزینه سبد معیشت نیز حداقل به 5 میلیون و 400 هزار تومان خواهد رسید. حقوق کارگران در حالی دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده است که بر اساس شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ها های مستقل کارگری حداقل دستمزد برای سال جاری را نه میلیون تومان تعیین کرده بودند. به گفته یه تحلیلگران شرایط دستمزد و درآمد در ایران نه تنها کارگران و کارمندان بلکه تمام افراد با درآمد پایین و متوسط را تحت فشار قرار داده و شیوع کرونا در ایران شرایط را وخیمتر کرده است. در این حال به گفته برخی با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی در ایران و همچنین تورم غیرقابل کنترلی که در ایران وجود دارد شرایط کارگران و کارمندان با درآمد ثابت نسبت به کسانی که درآمد ثابت ندارند و درآمد آنها وابسته به فعالیت‌های مقطعی و غیر ثابت است به مراتب بهتر است با این وصف بسیاری پیش بینی می کنند که کارگران به دلیل غیر ممکن بودن انجام فعالیت های جانبی و کسب درآمد حاشیه در سال جدید که با مخاطره از کار بیکار شدن به واسطه شیوع کرونا نیز مواجهند شرایط بسیار شکننده ای خواهند داشت. انتقادها در اعتراض به واکنش سپاه و همچنین واکنش سفیر چین در تهران به اظهارات جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص عدم شفافیت چین در ارائه اطلاعات شفاف در خصوص شیوع کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. علی متحری نماینده مجلس روز پنجشنبه با بیان اینکه سفیر چین باید به وزارت امور خارجه احضار شود، اظهار داشت گستاخی سفیر چین باید پاسخ داده شود. به قرار نبود مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا منجر به وابستگی به چین شود این اظهارات در حالی عنوان می شود که توهین سفیر چین به سخنگوی وزارت بهداشت ایران نه تنها با واکنش مقام های ایرانی مواجه نشده است بلکه سخنگوی وزارت بهداشت تلویحا از سفیر چین عذرخواهی هم کرد وابستگی تجاری ایران به چین ایران را در موقعیت منفعلی نسبت به چین قرار داده است ایران که مدعی حمایت از مسلمانان سراسر جهان است حتی در مقابل جنایات چین نسبت به اویغورهای چینی که مسلمانان ساکن در چین هستند سکوت کرده است در همان حال محمود صادقی نیز گفت لحن تهدیدآمیز بعضی از نهادهای نظامی در این باره مایه شگفتی تعمل و تعصف است اما این اعتراض ها به تغییر رفتار حاکمیت نسبت به چین نمی انجامد بلکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها تا کنون اظهار داشته است جمهوری اسلامی با وجود دوستانی مانند چین و روسیه به غرب نیازی ندارد اما در این میان مخالفان معتقدند برخلاف صحبت جهانپور چین به هیچ کشوری اعلام نکرده بود که این ویروس مانند آنفولانزا و در این حال نحوه قرنطینه کردن شهر ووهان چین گویای خطرناک بودن موضوع بود کاری که مقامات وزارت بهداشت آن را کار قدیمی و منسوخی خواندند و حاضر به انجام آن نشدند در این حال توان انجام چنین کاری را نداشتند در این حال دولت چین در طول این مدت 21 هواپیمای کمک های پزشکی به ایران فرستاده است و بیشترین کمک های پزشکی و لوجستیکی را به ایران فرستاده. مخالفان معتقدند سخنگوی وزارت بهداشت در حوزه سیاسی باید اظهاراتش را هماهنگ کرد به گزارش CNN، دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که ارسال کالاهای پزشکی به ایران اشکالی ندارد دانالد ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار در یک کنفرانس خبری در مورد ارسال کالاهای پزشکی از سوی کشورهای اروپایی به ایران گفت کالاهای پزشکی از نظر من اشکال ندارد اگر دارند کالاهای پزشکی میفرستند من را نگران نمیکند این در حالی است که به نظر برخی کارشناسان و دستن در امور پزشکی تحریم های مربوط به امور بانکی و بیمه کشتی ها و حمل و نقل به سمت ایران عملا هر تراکنشی در ارسال دارو و تجهیزات پزشکی را با تاخیر و مشکلات بروکراتیک روبرو می سازد. ترامپ همچنین گفت آمریکا صدها میلیارد دلار پول به عنوان کمک به سازمان جهانی بهداشت داده است و آنها باید بهتر از اینها عمل می کردند. دانالد ترامپ افزود دولت او قصد دارد در کمک به این نهاد بین المللی تجدید نظر کند. به افزود در این حال کشورش آماده است با چین و همه کشورها جهت مبارزه با بیماری همهگیر کووید 19 همکاری کند. ترامپ در مورد مسئله نفت گفت در خلال هفته گذشته پیشرفت زیادی در مناقشه میان عربستان سعودی و روسیه بر سر تولید نفت حاصل شده است. به یفسود که شرکت های نفتی آمریکا تولید نفت خود را کاهش دادند. به گزارش رویترز مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره تحریم ها علیه ایران بار دیگر تاکید کرد که تحریم های اعمال شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی مانعی برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران نیست وی گفت جهان باید بداند هیچ تحریمی برای جلوگیری از ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران در کار نیست به افزود، ما از همان روز اول که ویروس جدید کرونا مردم ایران را گرفتار کرد پیشنهاد کمک دادیم پیشنهاد ارائه کمک های بشردوستانه دادیم اما متاسفانه تصمیم گرفتند آن را قبول نکنند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز سهشنبه در واکنش به این مواضع مقامهای آمریکایی در توییتی نوشت ایران از نظر منابع انسانی و طبیعی غنی است ما به صدقه از طرف دانلد ترامپ که خودش وادار شده از کسانی که تحریم کرده دستگاه های تنفس مصنوعی بخرد نیازی نداریم آنچه که ما می این است که به این ممانعت از فروش نفت و دیگر محصولات و همچنین خرید نیازمندی ها و انجام و دریافت پرداخت ها توسط ایران را متوقف کند بامپو همچنین درباره تصمیم دولت آمریکا برای معلق کردن کمک‌های مالی این کشور به سازمان جهانی بهداشت گفت این سازمان در دستیابی به هدفی که برای آن تشکیل شده موفق عمل نکرده و واشنگتن در حال ارزیابی مجدد کمک‌های خود به آن است عبدالناصر همتی روز چهارشنبه از آزادسازی یک ممیز شش دهم میلیارد دلار از دارایی های توقیف شده بانک مرکزی خبر داد و اظهار داشت بخشی از دارایی های ایران در خارج از کشور رفع توقیف شده است. به گفته همتی بانک مرکزی توانسته است با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده در انجام اقدامات حقوقی پیش دستی کند و امکان آزادسازی مبلغ قابل توجهی از منابع ایران را فراهم کند. بنا به گفته همتی این اقدام در نتیجه تلاش ها و پیگیری های قضایی ایران در کشور لوکزامبورگ ممکن شده است وی اظهار داشت این منابع از دیماه ماه 1394 در توقیف لوکزامبورگ قرار داشته که با تلاش های بانک مرکزی رفع توقیف شده است بنا به گفته همتی این مبلغ به واسطه ی حادثه ی 11 سپتامبر از اموال ایران توقیف شده بود که قرار بود به آمریکا انتقال یابد و بین بازماندگان حادثه 11 سپتامبر توضیح شود که با هوشیاری جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی خونسا شده است. صرف نظر از تحریم ها بخش مهمی از منابع ایران همواره به واسطه اتهاماتی که برای اقدامات تروریستی در سراسر جهان به ایران زده شده است توقیف شده و در مواردی در اختیار جانباختگان و بازماندگان آنها قرار گرفته است چه عملیات حزب الله در لبنان چه اقدامات حماس و دیگر اقدامات تروریستی پراکنده در دنیا همواره ای بوده برای کشورهای آسیب دیده و قربانیان این عملیات تروریستی که در هر کدام از این موارد بخشی از اموال ایران را توقیف و در اختیار بازماندگان این حوادث قرار دهند. ایران هیچگاه از این حقوق ملت ایران به درستی و با حساسیت دفاع نکرده و با طرح دعاوی حقوقی در جهان و در سطح بینالملل کمتر تلاش کرده است که این اموال را به مردم بازگرداند و معمولا مبالغ هنگفتی از این طریق از تصرف ملت ایران خارج شده است به نظر میرسد رسد هواشی کرونا در ایران از خود بیماری کرونا مشکلات بیشتری را برای مردم ایران ایجاد کرده است. پس از آنکه به علت افزایش مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد در ایران، تعداد زیادی از شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف ایران با مسمومیت شدید روانه بیمارستان شده و جان سپرده اند، داروی ویژه کرونا نیز در حوزه دیگری به یک عامل آسیبزا تبدیل شده. و با ایجاد بازار سیاه درباره این دارو به نظر میرسد مشکلات غیرقابل بینی و شدیدی را برای مردم ایران ایجاد خواهد کرد این در حالی است که پس از مجادلات بسیار در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر داروی فابیپراویر بر بیماران کرونایی و فشار رسانه در خصوص تأثیر پذیری بالای این دارو کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از عدم تایید اثر بخشی این دارو در مطالعات بالینی ایرانی خبر داده است با این وجود اخبار ضد و نقیض دیگری حاکی از واردات این دارو از ژاپن و استفاده آن برای درمان کرونا همزمان کیانوش جهانپور اعلام کرده است داروی ارزش شده در بازار تقلبی و جعلی است و مصرف آن عواقب خطرناکی برای بیماران دارد. به گفته کارشناسان خطرات داروی تقلبی در بازار سیاه در ایران از این نظر مرگبارتر و خطرناکتر است که علاوه بر آنکه نظارتی در این زمینه وجود ندارد بسیاری از بیماران کرونایی در منزل استراحت می کند و دوره بیماری خود را در منزل می گذرانند. وجود داروی تقلبی در بازار به گفته کارشناسان موجب خواهد شد بیماران بدون نظارت کادر درمانی و پزشکی با مراجعه به بازار سیاه و به امید جلوگیری از بیماری اقدام به مصرف داروی غیر استاندارد کنند که به تشدید عوارض بیماری به همچنین ایجاد مشکلاتی برای سلامتی آنها خواهد انجامید. به گزارش رویترز توافق برای کاهش روزانه 10 میلیون بشکه میان تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک صورت گرفت و قرار شد دیگر تولید کنندگان نفت جهان نیز به این توافق بپیوندند هرچند به خاطر مخالفت مکزیک بیانیه مشترک صادر نشد توافق برای کاهش روزانه 10 میلیون بشکه در بازه زمانی یکم ماه می تا پایان جوان دو ماه خواهد بود و تا پایان دسامبر سال 2020 عرضه روزانه 8 میلیون بشکه کاهش خواهد داشت این تصمیم دو ساله خواهد بود و این نخستین بار در تاریخ اوپک است که تصمیمی دو ساله گرفته می شود و جزء بی سابقه ترین ارقام کاهش تولید در تاریخ اوپک و غیر اوپک است. این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشت که مکزیک درباره گفتگوی دوباره در خصوص کاهش تولید نفت خود قولی نداده است. برخی منابع رسانه ای اعلام کردند که عربستان و روسیه متعهد شدند تا هر دو کشور مجموعاً 5 میلیون بشکه از تولید تولید خود بکاهند و 21 عضو دیگر اوپک پلاس نیز مجموعاً 5 میلیون بشکه دیگر از تولید خود را کاهش دهند این گروه 23 عضوی خواهان کاهش 5 میلیون بشکه سایر کشورهای نفتی شده است خصوصا روسیه که بر مشارکت کشورهای دیگری همچون آمریکا و نروژ در طرح کاهش تولید تاکید کرده بود برخی منابع رسانه‌ای گزارش داده بودند که اجرای توافق اوپک پلاس به موافقت کشورهایی مانند آمریکا با کاهش تولید نفت خود بستگی دارد اما رویترز به نقل از منبعی که نامش را منتشر نکرد نوشت که اوپک پلاس بدون همراهی کشورهای دیگر میزان تولید خود را کاهش خواهد داد به گزارش CNN، برنی سندرز نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که از ادامه رقابت های انتخاباتی کناره گیری کرده است. وی در توییتی نوشت من پویش انتخاباتیم را متوقف کردم. اما در حالی این پویش به پایان رسیده است که مبارزه برای برقراری عدالت ادامه دارد. سندرز همچنین اعلام کرد که از جو بایدن طی انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا حمایت می کند. پیش از این روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد برخی از افراد نزدیک به کمپین انتخاباتی برنی سندرز در حال رایزنی برای انصراف او از ادامه حضور در رقابت انتخاباتی آن هم به نفع جو بایدن شدند.